آدم ها دو دستن، یا کسایی هن که به شبح و ارواح اعتقاد دارن، یا کسایی هن که میگن اصلا ارواح وجود ندارن. امشب قراره چند تا از ارواحی که توی عکسا قیافه هاشون ثبت شده رو بهتون نشون بدم. نمیدونم تا حالا اسم کلود مونه رو شنیدین یا نه. یکی از بزرگترین نقاشای فرانسوی و معروفترین نقاشای دنیا که اثر نیلوفرهای آبی رو خلق کرده. به این عکس خوب نگاه کنین. کاملا مشخصه یه آدمی دقیقاً شبیه کلود مونه توی بالکن وایساده و داره بقیه رو نگاه میکنه. اینجا یه نمایشگاهه و معمار اون داشته به سادگی یه عکس میگرفته. داشتن یه نمایشگاهی رو آماده میکردن برای اثرهای نمایشی و اون معمار داشته خیلی ساده یه عکس از اون فضا میگرفته و آدمی که اون بالا وایساده دقیقاً انگار کلود مونه است. انگار اومده توی این فضا تا ببینه که چه خبره و دارن چه اثرهایی رو اونجا به نمایش میذارن. و مشخصاً موقعی که داشتن این عکس رو می گرفتن هیچ کسی اون بالا وجود نداشته و به خاطر همینه که این عکس خیلی معروف شده و همه میگن که اون آدمی که اون بالا وایساده همون نقاش فرانسوی معروفه. نظر شما چیه؟ بیمارستان یه جاییه که خیلی از ماها فکر میکنیم که ارواح و شبح توی اون وجود دارن و این عکس شاید یکی از معروفترین عکسای ارواح نباشه، ولی این عکس رو اندرو گرفته که خودش توی بیمارستان لیدز کار میکنه. اون میگه شبا خیلی موقع احساس میکرده که یه سری موجوداتی که کاملا قابل رؤیت نیستن رو احساس میکنه. یه شب همینطوری داشته عکس میگرفته و توی این عکس این صحنه رو ثبت کرده. یه پرستار با یه بچه که انگار دارن از راهرو رد میشن توی این عکس ثبت شدن و وقتی با دقت به اون نگاه میکنه خودش میگه که انگار دوست دخترم که دقیقاً توی همین بیمارستان کار میکرد رو دارم میبینم و میگه قبلاً اصلاً هیچ اعتقادی به شبح و ارواح نداشتم تا موقعی که این عکس رو گرفتم و با دقت بهش نگاه کردم. احساس میکنم هر روز که سر کار هستم دوست دخترم هم اونجا وجود داره و حضورش رو احساس میکنم. میشل تازه رفته بود تو خونه جدیدش و برای اینکه این خونه رو به دوستاشم نشون بده میره بیرون از خونه و شروع میکنه عکس گرفتن از خونه و وقتی آخرین عکس رو میگیره دقت که میکنه میبینه توی عکس انگار پایین پنجره سمت راست یه چهرهی به اون خیره شده. وقتی که زوم میکنه چیزی متوجه نمیشه و تصمیم میگیره برگرده داخل خونه و با کامپیوتر این کار رو انجام بده. وقتی میاد تو خونه و روی عکس زوم میکنه متوجه میشه چهره یه مردی که حتی شونه هاش هم مشخصه و انگار زل زده توی عکس به میشل کاملا واضحه و این عکس رو توی فضای مجازی پخش میکنه و آدم ها شروع میکنن یکی یکی درباره این عکس نظر دادن تا اینکه یه نفر بهش زنگ میزنه و میگه من یکی از محلی های اونجا هم و این آدم رو میشناسم. اون مرد بهش میگه من این مردم میشناسم. اون اسمش پیترمنه. توی سال 1860 اون تصور میشده که مظنون به قتل باشه. از اونجا به بعد میشل به بقیه میگه نه این یه انعکاسه و با خودش فکر میکنه که بهتره بیشتر راجع به این قضیه حرف نزنه تا بتونه راحت تر توی اون خونه زندگی کنه و به همه میگه این فقط یه انعکاسه از گلایی که اطراف خونه وجود داره و هیچ چهره‌ای خودش توی این عکس نمی‌بینه و تمام حرفایی که توی اون فضا زده بود و راجع به این مرد گفته بود و پس می‌گیره تا بتونه توی اون خونه با آرامش زندگی کنه. این عکسی که می‌بینین عکس اسکن ربکا از بارداریشه.
اون بعد از اینکه این عکسو میگیره خیلی با دقت میشینه به عکس نگاه میکنه و معتقده که روح مادرش رو توی این عکس کاملا داره میبینه و عکس مادرش رو میذاره کنار این عکس و این عکسو پخش میکنه بین مردم، میگه که من دارم روح مادرم رو توی این عکس اسکن میبینم و همه شروع میکنن دربارش نظر دادن و حرف زدن. اما چیزی که مشخصه این یکی از غیر معمول ترین عکسای ثبت شده از ارواحه. مادر ربکا 3 سال قبل از اینکه ربکا باردار بشه به خاطر سرطان از این دنیا میره و همیشه ربکا میگه که من روحش رو پیش خودم حس میکنم و اون میخواسته تو این لحظه ها هم به یه شکلی بگه که کنار من هست و همیشه حواسش به منه. این عکس توسط سایمون برون گرفته شده که با برادرش توی یک گالری قدیمی کار می‌کردن و اون همیشه در حال عکس گرفتن از دیوارای این گالری قدیمی بوده. خودش میگفته موقعی که این عکسو گرفته هیچ چیزی متوجه نشده و بعدن که داشته توی کامپیوتر عکس‌ها رو نگاه می‌کرده متوجه این سایه شده. یه سایه‌ای که انگار داره از توی دیوار رد میشه و توی حرفاش گفته که موقعی که داشتم به این عکس دقت می‌کردم احساس میکنم این یکی از زندانیای زمان قرن 19 و پاهاش به یه شکلیه که انگار زنجیر شده و داره پاهاش رو روی زمین میکشه. حتی کارکنای گالری هم حرف اونو تایید کردن و گفتن خیلی موقعها ما دقیقاً یه چیزی شبیه به همین رو توی محیط گالری میبینیم ولی هیچ وقت نتونستیم یه فیلم ازش ثبت کنیم تا به بقیه نشون بدیم و بفهمیم که دقیقاً این روح چه آدمیه که داره توی گالری قدم میزنه. دیدن ارواح همیشه هم ترسناک نیست. چه خودت بخوای اونا رو ببینی، چه توی عکسا بخوای ببینی. یه وقتایی ممکنه حس آرامش و حس حمایت بهت بده. ولی متاسفانه این یکی از اونا نیست. دیوید با بچه‌هاش و یکی از دوستاش داشتن توی دریاچه شنا می‌کردن. عکس گرفتن تو این لحظه‌ها خیلی طبیعیه و هر کسی ممکنه که عکس بگیره. ولی بعد از اینکه میرن عکس رو تو خونه نگاه می‌کنن، می‌بینن که یه موجود دیگه‌ای توی آب وجود داره که تو اون لحظه خودشون چیزی ندیدن و وقتی بیشتر به این عکس نگاه می‌کنن، ترسناک‌تر میشه. زاویه‌ای که اون آدم اونجا وایساده، بهتره بگیم اون روحی که اونجا وایساده، زاویه‌اش یکم عجیبه به خاطر اینکه پشت سر اونا قرار داره و وقتی بیشتر به عکس دقت میکنن میبینن که خودشون نمیتونن چیزی دستگیرشون بشه و تماس میگیرن با یه کارشناس ماورالطبیعه. اون میاد خیلی عکس رو مورد بررسی قرار میده و بهشون میگه که ممکنه این روح همون دختری باشه که چند سال پیش توی اون دریاچه غرق شده و جون خودشو از دست داده. ولی این که چرا تو اون لحظه دقیقاً کنار خانواده یا اونا داشته حرکت میکرده هم سوال بزرگیه. خیلی موقع ها بچه ها میگن که ما داریم یه موجودی رو میبینیم یا خیلی وقتا میگن که ما با یه موجودی داریم بازی میکنیم. چون دیدن ارواح توسط بچه هایی یه چیزیه که خیلی زیاد توی دنیا وجود داره، عجیب نیستش که توی این عکس هم حتی عکس روح هم ثبت بشه. یه عکس خانوادگیه که همه کنار همدیگه وایسادن که یه لحظه ای رو بتونن ثبت کنن. اگه دقت کنین اون دختر بچه‌ای که داره گریه میکنه، میگن که تا چند لحظه قبل از گرفتن عکس دقیقاً جای اون روحی که توی عکس افتاده وایساده بوده و خودش میگفته که انگار یه چیزی منو هول داد که بیام اینورتر و علت گریهش هم همین بوده و به نظر من اون روحه میخواسته خودش توی عکس ثبت بشه، برای همین این دختر کوچولو رو هول داده بوده. این یکی از صحنه‌های خیلی عجیبه از ثبت روح‌ها توی عکس.
وقتی تو نگاه اول به این عکس نگاه میکنین، کاملا یه عکس عاشقانه است، یه عکسی که زن و شوهر دارن با همدیگه میرقصن. ولی وقتی کامل بهش دقت میکنین، میبینید که سمت راست انگار روح یه بچه‌ای داره وارد مهمونی میشه. صورتش خیلی معصوم و بیگناه به نظر میرسه، ولی بازم هیچی از ترسیدن آدم کم نمیکنه، چون دیدن موجوداتی که اصلا تو اون لحظه تو اون مکان وجود نداشتن و بعدن توی عکس ها ثبت شدن خودش میتونه ترسناک باشه. حالا اینکه قیافشون مظلوم باشه یا قیافشون ترسناک باشه به نظر من تأثیری تو ترسیدن آدم نداره. یکی از سرگرمی‌های خود من اینه که بشینم پاپکورن بخورم و توی یوتیوب ویدیوهای ترسناک نگاه کنم، چون اون هیجان و آدرنالینش برام خیلی لذت بخشه. ولی نمیدونم شما ویدیوهای این شکلی رو دوست دارین یا نه. اگه تا آخر این ویدیو و تا این لحظه الان همراه منی، نشون میده که شما هم مثل من از دیدن ویدیوهای ترسناک لذت میبرین. پس یادتون نره حتما لایک و کامنت بذارین. من الفوام، مرسی که تا اینجا نگاه کردی، خیلی دوستتون دارم. تا یه برنامه دیگه، خدافظ.